حوزه ما حرف نو زدن خیلی مشکله و از این نظر خب من یه مقدارم کاری ترجمه کردم، گاهی هم یه ترجمه و تألیف کردم. بنابراین فیزیک مالی از کتابایی است که در مورد ترجمه شده. کاری که میخواد بکنه اینه که رابطه یه فیزیک رو میخواد با مالی نشون بده به یک بیان به عنوان علم دقیق. خب علوم سعی میکنن که همیشه فیزیک رو هدف بگیرن به عنوان علم دقیق، میگن خیلی خوب ما بعضی از ویژگی های فیزیک رو داریم. مالی همین تلاش رو کرده، یعنی اینکه از بعضی از حوزه هایی که در فیزیک مطرح شده استفاده کرده. فیزیکدان ها یا ریاضیدان ها هم توی مالی خیلی زیاد آمدن که پول دارن حتی، یه مخصوصا بعد از دهه 90 قرن گذشته اینها رو بهشون معمولا میگن که آدمایی هستن که مدل سازیایی میکنن که میتونن توی بازار سرمایه پول درآورن و بتونن نرخ‌های بازدهی بهتری بدن. و این بخشی از این تلاش فیزیکدان‌ها که حضور پیدا کنن توی فایننس جنبه مالی داشت. جنبه بخشش هم که نه، جنبه به اصطلاح علایق خودشون داشته. کتابایی هم در زمینه این که حالا مالی چه دردی از فیزیک دوا میکند هم گاهن دیدم، ولی کتابایی خیلی محدودی است در این حوزه ها. اصولا کتابا خیلی خیلی محدود. ببینین آقای کوثری تقریبا همه کتابای من یه نگاهی میکنن، بنابراین ویراستار بعضی از کتاب ها بودن. بعد از این که من خودم نگاه میکنم ایشون هم یه ویرایشی میکنن. ایشون چون اقتصاد خونده طبعا یک کمی، چون این ایشون نتونسته بره ادبیات بخونه، رفته دانشکده اون کالج البرز ادبیات نداشته، رفته رشته طبیعی به زمان اون موقع خونده، بنابراین بعدش هم رفته خب ادامه داده توی حوزه‌ای که بالاخره دانشکده اقتصاد، ولی خب طبیعی است که تو اون حوزه کار نکرده. یه ذره با اصطلاحات آشناست. من چند تا از کتاب رو قبل از کتاب خودم رو بدم انتشاراتی داشتم، تو انتشارات ما یه مقدار کتابیشون عرض کنم که ویرایش میکرده. برای من کتاب خود من هم لطف میکنن و ویرایش میکنن، از جمله همین کتاب. ولی در این مورد خاص مثلا نهایتی که رو ایشون ترجمه کردن دیگه، بخش رو ترجمه کردن و مشترک ترجمه کردیم. خطر و بازده کتاب مهمی نیست از نظر علمی، برای اینکه یه موضوع علمی رو برای مدیرا داره به زبان ساده توضیح میده. ما دو تا مفهوم اساسی در کسب و کار و مالی داریم، یکیش ریترنه به معنی بازده، یکی هم ریسکه، که حالا ما در یه دوره ریسک رو خطر ترجمه میکنیم، بعدا دیدیم که زیاد جالب نیست، همون ریسک الان ترجمه میکنیم در کتاب های جدید. این داره به بیان ساده نظریاتی که در حوزه این تعادل بین ریسک و بازده و توازی ریسک و بازده هست، یا ترید آف بین ریسک و بازده هست، توضیح میده برای مدیران. کتاب قدیمی است و در اون دوره که چاپ نوشته شده، استادی که این رو نوشته مال دانشگاه مدرسه بازرگانی لندن بوده، سعی کرده به زبان ساده برای مدیرها توضیح بده. کتاب دهه 80. زنجیره خلق ارزش کتاب نیمه تمامه در مورد ارزشیابی، یعنی یه سهم چقدر میارزه، یک دارایی مالی چقدر میارزه. دو تا کتاب محوری پایه در این مورد داریم در دنیا، این یکی از اونها ترجمه شده، بخشایش ترجمه شده، تقریبا یکی دو فصل جلدش ترجمه شده روی سایت منه. از اون این 5 تا 6 تا فصل خوب به اصطلاح ویرایش شده و تحت عنوان یک کتاب مستقل چاپ شده، ولی در حدود 20 تا فصلش الان روی کامپیوتر هست و اگر برسیم عمری باشه باید تموم کنیم. میدونید که به هر حال استادای
خیلی خوبی در حوزه مالی بودن، ولی نوشتن موضوع جداگانه است. یعنی هر کس حوصله نوشتن یا نداره. معلمای بسیار خوبی داریم که نوشتن براشون سخته و مشکله. من این امکان داشتم که بتونم بنویسم و ترجمه هم خب بالاخره بحث کاملا حرفه‌ایه. یعنی متاسفانه ما الان ترجمه های خیلی خیلی بد تو حوزه مالی داریم که اصلا معلوم نیست یه نفر اصلا حداقل درک رو هم از موضوع ندارند، که بالاخره ترجمه یک کامیتمنتی است، تعهدی است نسبت به متن، بالاخره باید اونو انعکاس بده. ما حق نداریم چیزی که نمیفهمیم مثلا ترجمه کنیم. گاهی میبینی که یه چیزی رو ترجمه کرده، ولی اینه که اینا خیلی مهم بودن، کتابای من از این نظر مهم بودن که، و همیشه هم از موقعی که اینترنت اومده همیشه به طور مجانی همه کتابا از زمانی که چاپ میشه روی اینترنت هم هست. یعنی قرارداد ما با ناشر این هست که ما کتاب رو همزمان روی اینترنت به حق خودم میذارم مجانی، که در چون واقعا هم الان نسبتاش فرق کرده با توجه به قیمت کتاب و اینا. مثلا همین فیزیک مالی 4-5 بار چاپ شده، اما مثلا اولش 2000 تا، بعد 1000 تا، بعد 700 تا، همینجوری. ولی مثلا وقتی میرن دانلود میکنن، حالا من نمیدونم دانلود میکنن به درد میخوره نمیخوره به درد، ولی مثلا 40000 تا مثلا قابل ملاحظه است. از این نظر اونا رفته به در ترجمه اون کارا بوده و اینایی که بوده. مثلا من البته قبلا هم حسابداری اینا هم ترجمه کردم، ولی دیگه از اوایل دهه 60 یا اواسط دهه 60 حسابداری گذاشتم کنار، چون حسابداری یه حوزه دیگه است، مالی یا فایننس یه رشته دیگری است. حالا در فارسی گاهی اینا رو قاطی میکنن با هم دیگه برای مردم عادی. اینه که من تا یه جایی هم خودم علاقمند بودم، البته چون از حسابداری ما خیلی دیتا استفاده میکنیم در مالی، یه کمی ارتباطش بیش از ارتباط دو علم عادیه با هم دیگه. اینه که مقدارم تو اون حوزه من چیزهایی ترجمه کردم در حوزه حسابداری، 5-6-7 کتاب ترجمه شده، ولی خودم داوطلبانه دیگه تجدید چاپ نکردم، هرچند که به نظرم ترجمه های خوبی بوده. مهمترین کاری که ما کردیم که با آقای نظر بلند انجام دادیم کار فرهنگ ماست. فرهنگ ما الان 20 سال روش داره کار میشه. فرهنگ مالی و سرمایه گذاری آقای کوثری هم تا یه دوره‌ای به عنوان ویراستار توش می آمد. ما به طور دائمی هر واژه‌ای در حوزه مالی پیدا میکنیم، الان رسیدیم به 8000 واژه. در مقایسه با فرهنگ‌های دیگه بسیار بسیار فرهنگ خوبی، فرهنگ واژگانه، عمدتاً واژه معادل رو میده و بعد در طول زمان اگر واژه بهتری کسی بده هم عوض میکنیم. با این وای میسیم که رو واژه ها من یه مقدار زیادتری از رشته خودم کار کردم تو حوزه خودم، مثلا مارکتینگ و مدیریت. در این حوزه، در حوزه فرهنگ، این میشه گفت که اگر بگیم یک کار مثلا نوشتاری خوب که شده باشه که روش کار کردیم سالهای طولانی، هر روز ما 5 تا واژه رو نگاه میکنیم با آقای زبولان اضافه میکنیم. بعد در مقاطعی همیشه روی اینترنت، اصلا یه سایت داره به نام investopedia.ir، investopedia.com انگلیسیشه، ما investopedia.ir رو سایتش رو خریدیم و رو اون داریم منتشرش میکنیم و متن خوبیه. تقریبا هر کس که کار ترجمه تو حوزه مالی و اینها میکنه بهش کمک میکنه، یعنی این متن کمک میکنه. و تا حالا کاغذی هم تحت عنوان ویدایش جهیز 4 بار چاپ شده، اما طبیعی است که آخرین متن متنی است که مثلا امروز ما 5 تا واژه اضافه کردیم، متنی است که رو ماشینه. اون مهمترین کار به اصطلاح نوشتاری است که میشه گفت من انجام دادم در کتاب ترجمه. نهایتا من به اینجا رسیدم در جلد 2 عرض کنم کتاب بازارها و نهادها که ما یک پیوست های ایرانی بهش اضافه کنیم. یعنی کتاب یه تکسبوک جهانیه، اون تکسبوک ترجمه میکنیم، یه تیکه در مورد بیمه ایران به بخش بیمهش اضافه میکنیم، یه تیکه در مورد صندوق ها در ایران، صندوق های سرمایه گذاری اضافه میکنیم. برای همین در جلد 2 6 تا زمینه ایرانی داره که میشه گفت اون کاری است که ما روش کردیم. در عرض کنم که به جلد 1 هم اگر برسیم بازنویسی کنیم، بعد همین کارو بکنیم، این جلد 1 هم زمینه‌های ایرانی رو اضافه کنیم. کارهای اخیرتر این مجموعه سخنرانی هایی بوده که در یکی از کلاس های من در دوران همین کرونا 80 تا سخنران صحبت کردم.
که حوزه های مختلف مالی رو من میخواستم چیز کنم و بعد من اینها رو به عنوان ویراستار من اینها رو در آوردم. جلد یکش در اومده ولی اگر اونها رو بتونم همه رو درارم 5-6 جلده. موقعی که من درس خوندم من مثلا مدرک هم در سال فارسی بخوایم بگیم 55-56 گرفتم، 56 و اومده میران دیگه. اون موقع خب فایننس در این وضعیت که امروز هست نیست. در واقع علوم اینجوریه دیگه، علوم از فلسفه کم کم جدا میشه، از همدیگه مشتق میشه. مالی هم از اقتصاد یواش یواش در طول زمان اقتصاد مالی جدا شد و حالت مستقلی پیدا کرد. این است که در دوره ما میشه گفت که در خیلی حالت جنینی بودش. پایان نامه و اینایی که ما نوشتیم امروز مثلا ما خودمون به عنوان پایان نامه فوق لیسانس هم به زور میتونیم قبول کنیم اون پایان نامه دکترا رو، برای اینکه خب به دهه دیگری بوده، پیشرفته به ویژه پیشرفته روش های کمی تو فایننس خب خیلی گسترش پیدا کرد، بعد نظری های مختلفی آمد. اینه که من مجبور بودم هی دنبال کنم این حوزه رو به عنوان کسی که درس میدادم، بنابراین هی میخوندیم دیگه دائما، بعد بخونیم و بعد پایان نامه کلی هم پایان نامه ها بوده، حالا پایان نامه ها رو یا راهنما بودیم یا مشاور بودیم یا داور بودیم، خب هر در هر موردی اینا رو خوندیم. بنابراین موضوعات پژوهشی ما از دل این اینا بیشتر در اومده، ولی خب در یه دوره ای علاقمند بیشتر به اینوستمنت و مدیریت سرمایه گذاری بودیم، یه مقدار سعی میکردیم بچه ها رو به اون سمت هدایت کنیم. یه دوره ای در حوزه مسکن، مالی مسکن در واقع خب کار زیاد شد، توی اون حوزه کار میکردیم. یه دوره اوائل استارتاپ ها مثلا علاقمند شدیم به اونا، مثلا بوده 20 سال 25 سال پیش تو اونا رفتم و این حوزه ها ما از اونجا انتخاب میکنم از بچه ها. بچه ها موضوع جدید میارن دیگه، دوهای من میرن یه موضوع جدید میارن، از این نظر منم با اونا آشنا میشم واقعا. مخصوصا در این 15 سال اخیر اصلا من دکترا درس ندادم، چون به نظرم کوالیفاید نبودیم ما آگاهانه به دو دلیل، هم به نظرم من دانشجوی دکترای زر تشریفاتی توی ایران شده، همین که خودم رو کوالیفاید نمی‌دونم. برای من توی این 15 سال اخیر دکترا رابطه‌ام با دانشجوی دکترا فقط توی حوزه پایان نامه بوده. پایان نامه برای من مجبورم که بخونم، ولی خب توی این حوزه هم بحث‌های کمی داره خیلی سنگین میشه و طبعا سن که بالا میره دیگه خوندن اون متن سنگین دور از دسترس میشه به یه معنی. از این نظر یه بخشی که من تو کلاس ها جوان ها رو میبرم یا اینکه به اصطلاح تو پایان نامه ها سعی میکنم که از اونها کمک بگیرم، برای اینکه خب واقعا اینقدر این حوزه کم میشده و اینقدر هی کانسپت های جدید آمار و اقتصاد سنجی و ریاضیات توش میاد که از توان ما دیگه خارج میشه بخشش، برای مجبوریم که به اصطلاح خب تظاهر کنیم که میفهمیم، ولی واقعا مفهوم این بحثا دیگه از حوزه درک ما خارج شده.